نکاتی که میگم رو دقت بکنید. نکته اول، بیشترین تعداد اسناد سازمان ملل در زمینه حقوق بشر علیه ایران تو این موقعیت اتفاق میفته، یعنی تو همین موقعیت 9 ماهه. نکته بعدی، بیشترین تعداد قطعنامه های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی مربوط به دوران فتنه است. خواهش رو اینو تأمل بکنید روش، تاریخ ها رو برید ببینید، دقیقا بیشترین تعداد قطعنامه هایی که سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در واقع به وجود میاره مربوط دوران فتنه است. حالا تو این دو موردی که گفتم، بحث حقوق بشر و قطعنامه هایی که بر علیه جمهوری اسلامی تدوین میشه، بعد شما ببینید بسیاری از اعضای فتنه و افراد مرتبط با اینا تو بیرون رفتنشون از کشور و ارتباطاتشون با این مجامع بین المللی ببینید چه نقشی ایفا کردن. من سوالم همینجاست آقای مصطفی. ببینید شما نکاتی میفرمایید که این نکات به بخشش جنبه تحلیلی داره، ولی انتظار مخاطبان ما و انتظار مردم از حضرت علی به عنوان وزیر وقت اطلاعات این است که شما آنچه که مربوط به اخبار مستدل و مستند میشه رو بفرمایید. شما میفرمایید که رفت آمد وجود داشته، چه اسنادی هست نسبت به اینکه عوامل خارجی نقش داشتن در بروز و شکل گیری این فتنه، و آنچه که مرتبط میکنه این رو به برنامه ریزی معاندان خارجی این کشور با استفاده از عوامل داخلی، این رو خواهش میکنم نسبت به مستند بودنش از ایتالی اشاره نظر بفرمایید. دقیقاً اینا تو وزارت اطلاعات وجود داره اسناد. بله. ببینید دقیقاً تو وزارت اطلاعات این اسناد وجود داره، این چیزایی که من اشاره کردم دقیقاً این اسناد وجود داره که افرادی که می اومدن داخل کشور ارتباط با افراد قابل توجهی داشتن که جزء سران فتنه بودن و تو این ارتباطات اقداماتی که انجام میدادن، پولهایی که هزینه میکردن و پولهایی که دقیقاً توسط CIA آمریکا در اختیار اینا قرار میگیره، اینا بعضا دستگیر شدن، مورد محاکمه قرار گرفتن و حکم دستگاه قضایی روشون صادر شده. اینا اسنادش وجود داره، منتها به دلیل حالا بعضا محظوراتی که وجود داره اسامی بیان نمیشه و مطرح نمیشه. ولی کد قابل بیانی هست آقای مصلحی؟ ببینید مثلا من نمونه ای عرض بکنم براتون. ما موردی داشتیم که یه خانومی از خارج یه دفعه از یکی از کشورهای اروپایی اومد داخل کشور. این اومد داخل کشور، ما تو بسیاری از اقداماتی که تو دوران فتنه صورت میگرفت یه گروه خاصی رو میدیدیم که سر چهارراه‌ها و بعض جاهای اقداماتی انجام میدن. عزیزان تشکیلات اطلاعاتی حساس شدن روی این مجموعه و بالاخره به این خانم رسیده. میلیون ها دلار CIA آمریکا پشت سر این خانم قرار داده بود فقط برای اینکه اراذل و اوباش رو بیاره کف خیابون. این قابل توجه بود. بعد این خانم با افرادی که مرتبط بود دقیقاً جز افرادی بودن که اطرافیان سران فتنه بود و ارتباطات قابل توجهی داشتن. من حالا محضور دارم که اسم ببرم بعضن افرادی که تو این قضايا در واقع خدمت شما عرض کنم حضور داشتن. بعد حالا نکته قابل توجه ترش اینه که شما یه فرصتی باید بذارید که ما بیایم اسامی افرادی که رفتن اطلاعات در اختیار سازمان ملل و مجامع بین المللی گذاشتن تو بحثای حقوق بشر و چیزایی از این قبیل که قطعنامه بر علیه ما صادر بکنن، دقیقاً بعد از همین قضایای فتنه رفتن تو 9 ماه. بسیاری از اینا دقیقاً تو این 9 ماه اتفاق افتاد که بسیار قابل توجه. افرادی از داخل رفتن و این کار بله شما بعضا فردی رو، حالا من با شرمندگی وضعیتم خیلی مناسب نیست که اینا رو ذهنم یاری بکنه، ولی نکته بسیار قابل توجه این هست که شما فردی که مشاور نزدیک یکی از این سران فتنه بوده، خود این آدم رفته الان تو کشور اروپایی داره زندگی میکنه، ارتباط با دستگاه جاسوسی اماکسیس و CIA داره تو اطلاعات دادن به اونها. و من اون نکته‌ای که اشاره کردم تو رفت و آمدی که می‌شده، شما اینا اسنادش در وزارت وجود داره. نکته قابل توجهش اینه که ما افرادی رو داشتیم که از اروپا و کشورهای اروپایی ایرانی‌هایی که بهشون تکلیف می‌شد باید پاشید برید داخل ایران اقداماتی رو داشته باشید. بعد در رابطه با اقداماتی که به اینها گفته می‌شد باید داشته باشید، حتی به اینا گفته می‌شد که شما باید برنامه‌ریزی برای چند سال زندان هم برای خودتون داشته باشید. به اینا توسط دستگاه اطلاعاتی حرفای از این باب زده میشد که بیان اقدام